اطلاع داریم که جوانان ما اخیراً در خارج از کشور توانستند در زمینه‌های مختلف علوم و فنون افتخاراتی به دست بیارند. بعد وقتی من جوانی رو می‌بینم که در یک زمینه موفق است، به قدری خوشحال میشم که سراغ او میرم و سعی میکنم که گفتگویی هم حتی برای تلویزیون با او انجام بدم. امروز میهمان برنامه ما آقای دکتر مازیار رحمانزاده هستند، جراح، که باشون صحبت میکنیم و بیشتر شما رو در جریان قرار میدیم. سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام، منم همینطور خیلی خوشحالم از دعوتتون. خیلی متشکرم. عرض که آقای مازیار رحمانزاده، شما در مورد شغل و حرفتون یه مقدار صحبت کنید، ببینیم که شما چند سال اصولاً با این سن کم جراحی میکنید؟ الان تقریبا 10-11 ساله که جراحی میکنم. 11 تو بخش جراحی کار میکنم. بله. در این 11 سالی که گذشت شما چند عمل جراحی انجام دادید؟ آیا خسته نشدید؟ هنوز که خسته نشدم و یعنی من دیگه نمیشمارم این عملا رو، اولین سالا میشماریدم، الان فکر کنم چندین هزار باید باشه تقریبا. خسته نمیشید؟ احساس خستگی نمیکنید؟ نمیگید که ای بابا این چه کاریه؟ تو عمل؟ بله. تو عمل بعضی وقتا بله، بعضی وقتا ممکنه یه عملی خیلی مشکل باشه، خیلی پیچیده باشه که آدم بالاخره در هر صورت خسته میشه آدم، متأسفانه طرف دیگه به خاطر اینکه فاسیناسیون عملم بالاخره همیشه هستش، آدم کنسنتراسیونش رو از دست نمیده. بله. من این سوال رو به این خاطر از شما پرسیدم که ببینم شما حتی اگر خستگی به سراغتون بیاد خوشحال نمیشید که جان یک بیمار رو از نجات دادید. معلومه، یعنی این بزرگترین کمپلیمان هستش که آدم واسه خودش میتونه به وجود بیاره که بالاخره نتیجه عمل واسه خوبی یه طرفی باشه. بله. شما در آلمان متولد شدید؟ درسته، من درسته. در آلمان متولد شدم. من الان 36 سال 35 سال آلمان هستم و 30 سال بلن هستم. ماشاءالله، یک جوان جراح. اصلا که میخوام، خب شما مشکل تحصیل نداشتید به این خاطر که مشکل زبان میخوام بگم درسته. نداشتید، شما زبان آلمانی رو خیلی خوب صحبت میکردید. بجز زبان که خب مشکلی نداشتید، مشکل دیگه هم در راه تحصیل شما وجود داشت؟ یعنی به اونطور نه، خوشبختانه مثل دانشجوی ایران اینجا که مشکلاتی پیدا میکنن. بله. حتی که مشکل مالی احتمالاً یا مشکلات دیگه. بله، خب بالاخره مشکل مالی رو خوشبختانه نداشتم، اما از طرف دیگه دانشجوهای ایرانی که من باشون تحصیل خوندم، اونام اکثرا زبونشون رو خیلی سریع حل میکردن، یعنی اونا که از ایران دیرتر میومدن بعد از مدرسه و اونا در گوته اینستیتوت به طور آلمانی رو یاد گرفتن که معمولا تو دانشگاه مسئله زبون نداشتن و اکثرا جزء دانشجوها بهتری بودن. بله. عرض که من میخوام ببینم که چون پدر شما آقای پروفسور رحمانزاده جراح معروف هستن، میخوام ببینم که این کاری که ایشون انجام دادن یک فوربیلدی به قول معروف کسی بودن که شما علاقه داشتید که مثل پدرتون بشید و اون کاری که ایشون انجام میدن انجام بدید؟ حتما یه فوربیلد فونکسیونی وجود داره، مسلمه. بله، یعنی پدرم نه فقط به خاطر کار علمیش، کار جراحیش واسه من یه فوربیلد، پدرم از لحاظای خصوصی خصوصی. بله. حتما حتی اکثر حداقل مثل کارهای جراحی یا علمی واسه من فوربیلد هستش. بله. خیلی خصوصی میخوام برای بینندگان عزیزم بگم که آقای پروفسور رحمانزاده ویالون بسیار قشنگی مینوازن. حالا میخوام از پسرشون بپرسم ببینم که شما هم با موسیقی به جد سر و کاری دارید؟ ساز میزنید؟ بله، البته من خیلی علاقه‌مند هستم به موسیقی و خودم ویالون میزنم، ویالون کلاسیک اروپایی. بله. یا اکسیدنتالی. و بله، پدرم خب بیشتر ویالون ایرانی میزنه. بله، چقدر قشنگ اورینتالی. چقدر قشنگ مینوازه. خیلی هم شیرین. بله. خیلی خوب. آقای مازیار رحمانزاده، بگید که برای آینده یعنی سکونفت، بله، چه برنامه هایی در پیش دارید؟ راستی این سوال رو خواهم ازتون بپرسم، شما کلن در این 11 سال یک پدیده تازهی داشتید، یک کار تازهی در این پزشکی انجام دادید یا نه؟ بله، من الان چندین ساله که یه تکنیک خاص روی عمل پا من درست کردم که به این وسیله خیلی از میشه گفت تمام دنیا مریضا میان برلین که اینجا عمل بشن و خب بالاخره تو عملهای زانو و لگنم سعی میکنم که تو آینده تکنیک های تازه اجرا بکنم انشالله. این تو که من میبینم شما با این جوانی موفق خواهید شد. بره. کارهای تازه هم حتما انجام خواهید داد. یه سوال خصوصی دارم من، اتفاقا این سوال رو نوشتم که یادم نره. اجازه دارم بپرسم؟ البته. ازدواج کردین؟ نه هنوز. خیالش نداریم؟
فعلا نه. کسی رو کاندیدا نکردین؟ فعلا کاندیدات وجود نداره. هنوز بوش نیومد. امیدوارم که موفق باشید، سالم باشید. شما رو ببینیم بازم در استودیو تلویزیون یک بجت در مورد پیشرفت‌های شما، در مورد کارهای شما در آینده، خبرهایی رو در اختیار بینندگان عزیزمون قرار بدید. تشکر می‌کنم که امروز در برنامه تلویزیون یک با ما بودید. خدمت پدر سلام برسونید. خیلی خیلی متشکرم. منم خیلی خوشحالم که اینجا بودم. مرسی.